باید بره صحبت کنه. آقا اجازه بده، اجازه بده، آقا اجازه بده یه لحظه در رو باز کن بریم صحبت کنیم. آقا یه نفر بالاخره باید بره صحبت کنه، نمیشه که اینجوری شیش ماه حقوق رو نگرفتیم. ببخش میتونم بگم چیزی؟ چیه؟ کار دارم من، زودتر بگو برو. بله چشم. نه من در مورد برادرم میخواستم حرف بزنم. برادرم میشناسید دیگه، رانده جرثقیله. اونم توی همین ماجرا و اینا اخراجش کردن. خواستم خواهش کنم اگه میشه یه فکری بکنیم، اگه اجازه بدید که برگرده بیا سر کارش. یه امکانش نیست، همه اونا میخوام میان سر کار. میفهمم، این هیچ فرقی وجود نداره بین ایشون، ولی یه ذره متفاوته وضعیت زندگیش. زن داره، خلاصه بچهش مریضه، واقعا به این کار احتیاج داره. نه امکانش نیست. من هیچ وقت خواهش نکردم از شما و ببخشید اینو دارم میگم، ولی خودم الان یعنی دو سه روز دیگه، هفت ماه که حقوق نگرفتم، هشت ماه داره پر میشه. فکر کن هفت ماه دیگه هم نمیری. ولی هیچ وقت نیومدم، هیچ اعتراضی هم ندارم. خودم سرپرست جایی هم، فکرم نمی کنم تا الان کار اشتباهی کرده باشم. خواستم خواهش میکنم که یه ذره ببین میشه. الان حقیقتش رو بخوام بگم، خودت هم زیادی هستی. خب اگه زیادی هم برای چی بود واسم میشه؟ بفرمی که جلوتو نگیرید. بفرمی نمیم. داشت نگه دارم، من همینجا پیاده میشم. بیام به چی نگاه میکنی؟ نگاه میکنم دیگه، مگه چیه؟ گاه میخوری داری نگاه میکنی؟ فازه چیه بابا؟ حفشی با فازه چیه؟ فازه چیه؟ میام پایین ها؟ خب شو شرطو پردن بگوره بابا. باز چی یارو نگاهت میکنی؟ میخندی؟ یه خندم میگه اصلا تو نباید مسافر سوار کنی وقتی من باهات قرار دارم. انگار نه انگار. من چه میدونم این گوز قراره تا اینجا با من بیا باشم؟ تو نمیدونی من گرفتارم، نیاز دارم؟ میدونم. میدونم بچه رو میپرسی دیگه. تو نگاه نمیکنی به من حرف میزنی؟ دارم به بیرون نگاه میکنم. میگه نگفتم داری تو رو نگاه میکنی؟ میگم چرا به من نگاه نمیکنی؟ با تو هم آه پس بگو بدبختاشو چی رو نگاه میکردم. من طفلک فشکش کردم. خیلی هیجان دارم. بهت میاد. میاد نه؟ ببینم. چند میشه بازی؟ برو فورد نایار ولی میبازیم. اینو میبریم، بعدی رو مساوی میکنیم، میریم بالا. چی میگی بابا؟ کجا میریم؟ بالا. چقدر بستیم؟ هرچی تو بخوای. با مولر نمیاری یا؟ مرسی خدمت شما. بریم. ببینم تو یعنی الان این دیگه تموم شد، پاسپورتتو میگیری میری دیگه؟ با اون گیر داده برم میگه. میری؟ کجا میری؟ تو تا زینه گرفته خلاص شدی بابا، بی بیزنس خودمونو بزنی. ببین راجع به این موضوع دیگه با ما حرف نزنی ها، صد ساله داری اینو میگی. آقا پولاتونو بیارین فردا صبح بریم بیزنس رو بندازیم. رضا من پولم همین الان تو بانک آماده است، اراده کنم صبح میذارم رو میز. این از من ها؟ آقا آدم باید بیزنس خودشو بزنه. ببین این که کارش از دست داد هیچ،
منم که بعد 10 سال هیچی نشدم، میخوام بیزنس خودم بزنم. تو چی؟ نه من که بابام نمیذاره، ولی شما حتما این کار بکنی، خیلی به نظرم باحال. آره به نظرم منم کار باحالیه، ولی من واقعا حساب نمیکنم چون من خیلی وضعم خوب نیست. چرا؟ چرا که پول ندارم. بابا خب ماشینتو بفروش. ماشین رو مگه چقدر میخرن آقا جون؟ تو اگه واقعا میتونی بری برو، معطل نشو. هر جا پول هست برو دنبال پول. پول اینجاست، کار اینجاست، کجا بره؟ هر جای دیگه هم بره باید بیزنس خودشو بزنه. آقا اگه واقعا جدی، من سخت هست ولی میرم صبح با بابام صحبت میکنم، ازش پول میگیرم میام. من جدیم. آره حتما تو هم منصور ماشینتو بفروش، منم بهت کمک میکنم. پایا این دیگه هستین دیگه. من پایم. همون شیکمی رو بریم دیگه. آره دیگه غذا میگیره. سوپ فروش خیلی خوبه. من اصلا سوپ ندیدم تو تهران تا حالا. بذارم میگیره پاتوقم میشه. جا میخواد و جا اجاره کنیم. جاشو من و لیلا میگردیم پیدا میکنیم. حل. آقا فقط ما نمیتونیم بریم جای خفن پاتوق شلوغ پلوغا. بعد یه جا پیدا کنیم اندازه جیبمون. آقا میریم وسط شهر یه جای مناسب و قیمت خوب پیدا میکنیم. میگردیم پیدا میکنیم دیگه. این مغازه‌ای که داری میگی وسط شهر همینجوری الکی نیستش که بری بگیریش، که داستان داره، مکافات داره بابا. خب هر چی باشه میریم میگردیم پیدا میکنیم، داستانش هر چی هست حل میکنیم، درستش میکنیم. پوله، پول پیشه، هر چی که میخواد میدیم و کش میکنیم. آقا پس چی شد؟ منم، توی لیلا با منصور. آقا بازی دیگه داره شروع میشه دیگه، بیزینس رو ول کنید ببینیم میبریم یا میبازیم. با سلام خدمت بینندگان محترم و ملت بزرگ ایران. ببین لیلا اینجا ها پیدا کنیم عالیه ها. وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، دبت دبت بزار اون سال دوره. اینجا ها خیلی گرونه، مازورمون اینجا یه مغازه بودا. آقا اصلا برو پایین ببینی مرکز شهر، وسط شهر چیز پیدا میکنیم. ببین اندازش برای کاری که ما میخوایم خوبه، محلش هم خیلی خوبه، برای خیابون هم هست. خب بگیرش ببینیم کیه. ببین من خیلی خوشم اومده اینجا. ببینید عرضم خدمت شما که این مغازه یه مالکی داره که این مالک خیلی آدم سفت و سختیه، ولی اگه شما اوکی باشی من میکشونمش اینجا میارم نرمش میکنم، نگران نباشی. نه ما اوکی، فقط اینکه ما بودجه‌مون خیلی نیست، با ما کنار میام. بله خانم این کار منه، شما اجازه بدید من بکشونمش اینجا حلش میکنم، اصلا نگران نباشی با هم راه. نه ما که میدونیم میخوایمش حتما. اوکی شماره 37 درجه فرم پر کنید. تو این مدارکم بر من بیار، فقط نمیدونم این بیزینس کارت چیه میخوایی را بندازیم. مغازه غذا و سوپه. سند مالکیت یا اجاره نامه که اون کاری که میخوایی را بندازیم اونجا حتما باید بیاری، جز مدارکه. حالا اونجا هم نوشته دقت باشه. فقط این فرشتش کی میشه؟ یعنی چون الان یه ذره عجله دارم، میخوان وامو زودتر بگیره، میشه کی؟ چون یعنی ما مدارکو بیاریم میذارم تو اولویت که دوستی دیگه فامیل، خیالت راحت بشه. ما میخواییم برای یه رستوران یه سوپی میخواییم بزنیم. من میخواستم جواز بگیرم، اومدم ببینم شرایطش چیه، مدارکی که باید بیارم چیه، کلا اصلا ما چه مرحله ای باید طی کنیم. تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب، گواهی پایان خدمت نظام وظیفه، حداقل سن 18 سال، گواهی عدم سوء پیشینه، سواد خواندن نوشتن، گواهی عدم اعتیاد، کارت معاینه بهداشتی و شرکت در کلاس‌های بهداشت، موافقت اداره نظارت در اماکن، عکس و فتوکپی شناسنامه، سابقه کار. آره دیگه الان همه مهمتر اجاره نامه است، باید بریم یه جا اجاره کنیم دیگه، اونو بیاریم، بقیه چیزاش یه کاری نداره. آره فرق نمیکنه، حالا منصور که نمیتونه بره چون پایان خدمت نداره، یا من باید برم یا تو.
کارت ملیتون رو میدین؟ خب میبینم که طلا خانوم همه برگاه هاست؟ مرسی. میبینم که طلا خانوم امروز میخواد بره گردش. میخواییم بریم رستوران. خوش با حالت. منم با خودت میبری؟ میبری باره. بله بله تشریف میبری. تولد کیه؟ چی؟ تولد کیه؟ برد از سوزن تولد کیه؟ نمیزن دریا برد تولد کیه؟ تولد کیه؟ تولد توه؟ تولد منه؟ بله میخوای فوت کنی شمع تو؟ فوت مبارک تولد مبارک ما یک کادو هم داریم برات کادو؟ بیا بیا ببینش چه کادویی گرفته برات درش بیا خیلی قشنگه نیست؟ دوستش داری؟ رنگ موهاش رنگ لباسته ها تشکر کردی؟ خواهش میکنم میخوای اسمشو چی بذاری؟ اسمش هم بذار ترا کوچولو چون مثل خود خوشگله نشون کیف منو بیار از آقا بیا ببین توش یه پاکت سفیده در بیار اونو دست کنم تو گیفت؟ بله اوکیه دیگه بیا مال توه اون واقعا میگی؟ بابا دمت گرم چقدر کادو میدی؟ لوس میشم اینو پوشیدم دیگه دیشب تو نه نه کادو نیستی مال اینه که این کار رو را بندازین زودتر برو میشم به خدا ولی واقعا اینقدر بیشور نیستم میدونم چقدر بهت بده کنم اینا رو می‌نویسم همه رو بهت برمی‌گردم همه رو برمی‌گردم اوضاعت که خوب شد همه رو برمی‌گردم اون دلارم هست آره دیگه پس انداز خودم بابا میگه فقط دلار باید نگردم فقط به دلار اعتقاد دارم به نظرم پدرت خیلی آدم فهمیده ایه ببین فقط تو باید بیاری پیش خودمون چنج کنی چون من اونجا میتونم ریت بالاتر حساب کنم باید خب جونم داداش بگو من ماشینم فروختم دنبال جور کردن بقیهش هم دیگه اصلا تو برو توی مغازه رو ببین خوبه باش خدا کی بود؟ رضاست میگه یارو نمیدونم میگه مشتری دارم داره بازار گرم میخوره بابا زهر میزن دمت گرم با من خیلی سخت گیر میاد خب به دکترش بگو داروش عوض کنه دیگه ایسا مشابه برش بگیر باید همین کارو رضا زنگ زن منم زنگ زن خب چیکار میکنی؟ نه حل میشه نه هنوز نه ولی رفتیم بانک وام میدن دیگه میگه مغازه پاش مشتری واسده یه ذره زمان میبره ولی میشه ببین یه راه دیگه هم داریم من میتونم از اینجا بردارم کسری منصور رو فعلا بدیم که مغازه نپ حتی میدونی که پول خودم نیست من هرچی داشتم که خودت میدونی میخوام بیارم تو کار برای همین باید زود بهشون بدیم این عالی دیگه نه عالی اصلا نیست چرا پول داریم میمو تاوام نه دیگه پول وام رو میگیریم من جور نشه نه جور میشه بالاخره جور میشه مغازه رو از دست ندیم منم میگم الان دیر میشه اون داستان میشه نه دیگه ما پول وامو میگیریم برمیگردون میدیم به لیلا تو ببین ولی دریا برای مدت محدودی میتونم بردارم نه دیگه همین ما بفهمم بر من دردسر میشه ها من از با تو ها من اصلا در جریان چی نیستم باشه باش با من باش چطوری؟ سلام چطوری؟ قربونه. شد ردیفم؟ آره حله اوکی. چه بیرون هستی؟ چی آوردی؟ چک رمزه. رمزه گرفتی؟ آره. ببین این نداره پولتو برگردونه حواست باش من آمار زندگی اینو دارم نه بابا خیالت راحت باشه حالا یه اون ماجرا نشه پس فر بیفته دنبال پوله نه بابا من با دریا حرف زدم ردیف رو بسه با دریا من دارم میشه من بهت گفتم نیگه نه خیالت راحت باشه سلام خانوم خوبی بفهمت حال شما خوبه خیلی ممنون قربان شما خیلی ممنونم با اجازتون بنویسم دیگه
عزیز دلم، شما شرایط واسه ایشون گفتید، واسه این خانم آقا شرایط بنده خاصه. چندین دفعه هم هست که من خدمتتون عرض کردم. حالا ببینید ایشون تمایل دارن، بسم الله، ندارن که ما رو به خیر و شما رو به سلامت. اینا سه نفرن جناب سعادت. یا ما سه نفر شریکیم، لزومی داره که هر سه نفرمون امضا بکنیم یا یه نفر امضا بکنه کافی؟ حضوران حسین ستایتون امضا میکنه، مالک و مستعجلی هر ستا ما امضا میکنیم. آره مشکل نه، امضا انشالله اجاره هاتون که اول نمیافته. حالا یکی دو ماش موردی نداره، تصدقه یه ما کاسبیه دیگه، بالا شد پایین شد، کم شد زیاد شد، دلار رب بالا دلار اومد پایین، اینا یه خور اوضاعشون این مرون مریخ مهم نیست. اما یهو بخوان 6 ماه کرایه ندن دیگه وای مصیبته. بلا فاصله خداحافظ تخلیه، چک اجرا. بابا بکن، بابا نرکس به چرخونی در ندی میارو. آها باشو 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 الان. آره آره حل شد. آها درست شد. به به مبارکمون باشه. به به که ترکیده اینجا چه سوپی بفروشم. درست میشه دیگه، اینو بکنم. بیچاره میشیم تا اینجا درست کنیم، نابوده که. مبارکه بیشاره شخش به چرخه برسیم. آخ جون خودتو گرفتی الان؟ چه مغازه داری؟ آره یه پولدار شدیم خودم گرفتیم. رضا مبارک باشه. مرسی. بیا شیرینی میخوای؟ نه مرسی، من دیگم تشنم میشه. نمیخوام. اون بالا چی بود؟ بالا یه انباریتوره، اندازه هم اینجا، اینم دستشویش. نه اون سرویس ها. آره بابا خرج داره اینجا. خرجش میکنین دیگه. آه بیا یه ذره خرجمون کم شد. کمر رو شکون دیگه. چیه؟ چیه اونجا؟ تاسیه. خب لیلا خانوم، صندوق رو میذاریم اینجا، شما فقط باید پول بشموری ها. ایشالله ایشالله. زا ببین پول در نمیم که من بیچاره میشم، باید کاسه گده بگم دستم. به یکی بدهی سنگین دارم، اونو باید حتما دستگیزا بکنی. چی شده؟ تو اینه وایستادی اینجا به سود برسه بعد بیای به من پولمو بدی؟ نه بابا تو چی میگی؟ نه بابا تو چرا جدی میگی؟ من سکته میکنم. نه سکته میکنم. بابا خیلی خوب، چی کار کنیم اینجا رو؟ ایده بدیم. بچه راستی میخواستم بگم من یه دوست دکوراتور دارم. اینجا رفت بگم بیاد. با دارم حرف میزنم. میشم تو بگم. نه بگو هلش. هیچی میگم میتونیم بگیم بیاد این یه ایده بده بهتون چی کار باید بکنیم. خب ایده بده پول میگیره؟ نه دیگه میگم دوستمه دیگه، میگیم بیاد، میگیم هم که پول نداریم شما. خب هزینه همون دوباره کم شه. تو خودت برو تو هم. مادر بزرگت میخواد پیتزا ببری براش؟ مادر بزرگم داره نماز میکنه، بعدم براش میرم، عاشق پیتزاست. درست نیست منظور ما میام اینجا. راستش چرا اینجا رو من دارم میدم؟ باشه خب، ولی خودشون که خونه نیستن. برو درو نبند، بذار برو بیا تو. تو باید واقعا یه فکری بکنی، الهام و ناصر با هم آشتی کنن. گناه دارن اینا، بچه دارن. من همه کار کردم، عش شده دیگه. الان کجا زندگی میکنه داداشت؟ خونه پسر خالم، خونه معملی. سلام. سلام. دلار خرید دارین؟ چند تاست؟ 2000. بله. بفهم. درهم امارات داری؟ بفهم. درهم امارات داری؟ نه خانم، هیچی برای فروش نداری. چند تاست؟ 2000. من چیه برداشته بودی من امضا کنم؟ ضمانت نامه است مال وامه، مال یکی از دوستام. خب این دوستت کیه که من نمیشناسم؟ باش بعدم با هم حرف میزنم. آخه هر ننه قمالی برم دیدی میری اینجا که کاغذاشو من امضا بکنم، اگه یارو نره قصدشو بده اون موقع من باید پولشو بدم. باشه ببخشید، بعدم با هم حرف میزنم. من امضا نمیکنم. پولتونو بشمارین لطفا، پاکت میخواین؟ بله. مرسی.
بفرمایید. سلام آقای تورانی. سلام دریا خانم. خوبین؟ خسته نباشی. خیلی ممنون، متشکرم. شما خوبین؟ خیلی ممنون. ببینید من دارم میام اونجا آقا جونو ببینم. خواستم ببینم چیزی از بیرون نمیخواین براتو بگیرم. دریا خانم یه لحظه کوشی از حاجی بفرست. اگه زحمت نیست برامون ادا بگیرین از بیرون، چرا کباب. باشه حتما، باشه. پس میبینم تو. در خدمتیم، تشریف بیارید. خدا خدافظ شما دریا. آجی تلتو میزنی باید داری باشگاه ولی آویزون میشه به پسر میریم. سلام دریا خانم. سلام آقای تورانی. شما خوبی؟ خسته نباشی. دریا خانم به خدا من غذا درست کردم، سوپ درست کردم، ولی شما که از نهترین حاجی گفتش که بگو غذا نداریم بس بیرون غذا. خیلی خوارد دلش حوث غذای بیرون کردش. خیلی هم نمو بزنی توی اخشاب فردا. سلام آقا جون. سلام. خوبی؟ خوش آمده. فرمونه چون عجل یاد ما کرده. چلو کباب گرفتم برات. دست درد نکنه. نوشابه نگرفتی بابا؟ نه نوشابه نگرفتی. سه تا نوشابه زردنه گرفتی. الان میرم از این برقل میگیرم. نه من نمیخورم، دو تا بگیری. پولم از کشو بردم. پول از کشو بردم. آره دو تا بگیر، یکی هم که اون نمیخوره بگیر، آب نمیخوره. دو تا بگیرم باش. دست درد نکنه آقا، باید بخیر بشه. آقا جون چه خبر؟ حالتون چطوره؟ الحمدلله شکر خدا بهتر. شما خوب باشی؟ من خوب؟ بله ما خوبی. الحمدلله شکر خدا. از این پرستاره راضی این آقا جون؟ خوبه؟ تمام اساس که خونه رو دوستیده هرچی بوده تو خونه بارو ارزشته برده. وا چی برده آقا جون؟ ترخ گوشت برده، آمیوه گیری رو برده، هرچی از این رو ساله بوده همه رو برده. حیرمون که کسی تو خونه نمیاد. اگه میشه آقا جون ببینی به من گوش کن، اینا اصلا ما رو شرکت هم. این شرکت اینا رو میفرسته، من این میشه این میاد اینجا دوستی. اصلا حالم خوب نیست چیه عزیز من، یه دقیقه باشیم. اینا رو من همه رو خودم بردم این بالا چیدم، قشنگ گوشتم تو کیسه گوشتم اینجا، این خلوت شه اینا، این بخارپزتون، این آب میوه گیریتون، این چرخه گوشتتون، این مخلوط کنتون، هم تیم میکر، همه چی صحیح و سالم اینجاست. کی برده اینا رو؟ یا پایین دیدم یا پایین. آقا شون نمیشه که هی به همه میگی دوست. مرد بیچاره اینم داره زحمت میکشه، ازتون مراقبت میکنه، مواظبتونه. نمیشه که. ببین تا این آقای پرستارتون نیومده خواستم بگم من یه دوستی دارم، داره یه وام میگیره، میخواد یه کاری راه بندازه. رفته بانک، گفتن حتما بعد که یه نفر ضمانتشو بکنه، بردم بابام امضا نکرد. میشناسی کاملا؟ آره میشناسم. مطمئنی؟ بله بله مطمئنم. بهش بابات چرا امضا نکردینی؟ نمیدونم دیگه. بابات آدم نیست، دنبال دلاره، فقط دلار، همه شای فکر پول 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 ماکیات. من امضاش میکنم، کارت شناسم من بهش میدم که 100% بتونه وامشو بگیره. آه جون یه زحمت بشو کارت شناسایی بیار تو کشوه. نه اصلا کارت شناسایی لازم نیست، همین شما امضا کنین کافیه، اونجا من مشخصاتون رو باید بنویسم، خودم مینویسم. من امضاش میکنم. آج خانم اینو بده به دستش، برای اینکه میام بعدم میگیرم میبرم دستبند میزنم. آره حواست باشه، بدی بهش، دست درد نکن. آدرس هم درسته دیگه؟ بفرمایید. نه خیلی ممنون، خدا زیاد کنه. بفرمایید. دست درد نکن. خدا مسئولی نامه چی اومده؟ سرای شماره دو خانواده
اعلام رفت شکایت کرده. خدا لعنتش کنه. داد سرا دیگه. صبحانه ما دیدم. نمیخوام خورم مغازه بگیرم. اسمون بخونیم. یه بیرونی هم داشتی نه؟ آقا سلام، شاید چه نیست؟ این بیرونش خیلی خوب، بهترین چیزش این بیرونشه به نظرم. چون میتونین اینجا رو قشنگ یه پنجره باز کنین مثل اون چیزی که اونجا دارین، یه پیشخون بزنین قشنگ میشه خیلی. این در چون نمای مغازه است، اینو کامل بکنین، از اول شیشه تمیز خوب بیفته، کم خرج چیزی نداره. کف هم قشنگ یه کفپوش تمیز ارزون قیمت میندازیم خوشگل که ذره رخ بگیره. یه رنگ هم دیوار واقعا همینه، بقیهش تجهیزات هیچی هم نداره. راحت یه تموم شد اینجا به نظرم. فقط یه این رنگ چوباست که باید یه ذره پخته بشه، خوب بشه در بیار. قابه که باید رو دیوارا بخوره زندش کنه و تجهیزات آشپزخونه‌تون رو آشپز شروع کنیم. مبارک، دست شما در نکنه. بفرم بفرم آج عبادی، ما آشپزخونه رو میخوایم همینجا رو بندازیم دیگه، اینجا هم غذا سرو کنیم. آشپزخونه فکرش کردیم آقا، بو یه غذا نپیچه به سالن. بو یه غذا، خب چیکار کنیم؟ همون آشپزخونه رو بالا باید ببریم. ببریم بالا؟ آره باید ببریم. بله باش. بعد چی میخوایی بدی عزیز؟ فقط سوپ. فقط سوپ. آره هیچی. چند نوع سوپ میخوایی بدی؟ هرچی شما بگی چند نوع بدی؟ ده نوع سوپ خوبه. عالیه. آره ده نوع. چیا باشه مثلا؟ تنم بروکلی، ورمیشه، قارچ. آه عالیه. اینو میتونی. آره خیلی بسیار خوشمزه است و ترکیبش هم خیلی عالیه. خب فقط این ما چیا باید بخریم؟ شما این لیست رو من میدونم چیا باید بخرم. بعد آشپز فکرشو کردی عزیز دلم؟ آشپز؟ خب من شما نیستیم. من سر آشپز هستم، گوش میکنیم. شما باید آشپزم بگیرید که آها ما خود نمیشه خودمون بیام کنار دست شما با. شما نه، شما کار شما نیست. شما میسوزید عزیزم، شما میسوزید. برای چی اینجا نشست؟ حوصله ندارم. برای چی؟ بیا تو راننده کن. خب چرا حوصله نداری؟ حالا خوب نیست. باز استرس داری؟ آره دیگه. خب برو یه آزمایش بده خیال خودتو راحت کن دیگه. 4000 میشه. شما پایین داره اینجا که همین نظر بزن. حال تو خواهی خواهی من منصورم، یعنی یادتون هست با دریا اومده؟ بله شرف تمتون. دریا خوبه؟ بله خوبه. خواستم ببینم که این وامی که با هم دیگه رو صحبت کردیم چی شده چی کامل بودم؟ والا من خیلی پیگیر کارتون بودم، اما خب یه ما سفره جدید اومده، میگن کلن 6 ماه اول سال بودجه نمیدن. 6 ماه که دیگه اصلا هیچی، من همچی میرو هوا. نه والا من پیگیر کارتون هستم، والا اگه خبر شد بهتون زنگ میزنم دیگه. آقا ما یه لیستی داریم، میخوام بر اساس این لیست خرید انجام بدیم. شما این لیست رو لطفا فراموش کنید. جاتون کجاست؟ چه کاری میخواین انجام بدیم؟ ما میخواییم سوپ بدیم فقط. فقط سوپ؟ نه دیگه، سالاد هم کنارش میشید. خب اضافه شد. من یه لیست از جنسایی که فکر میکنم لازم دارین و براتون میفرستم. هر چیزی که لازم داشتین، نیازتون بود استفاده کنین، هر چی نخواستین برگردین. خوبه؟ خب قیمتش چیه؟ خب من خودم معمول خریدم. معمول خرید قابلمه؟ نه معمول خرید لوازم پزشکیم، اینش مهم نیست. مهم اینه که خیالتون راحت باشه، حالا با هم صحبت میکنیم. خب ما باید به بودجه هم نگاه کنیم. قیمتش مهم نه، راه میایم ما. خیالتون برو. چرا اینجوری حرف میزنی تو؟ چطوری حرف میزنی؟ میگم برو دیگه. چهار قرار بوده حاضر باشه. ببخشید، جواب آزمایشتون رو از خود دکتر بگیرید. چرا؟ میخوام باهاتون خودشون صحبت کنم.
خب شما آزمایش کامل دادی. بگو ببینم هموگلوبینت همیشه انقدر پایینه؟ چنده مگه؟ ده. بله همینه همیشه. یعنی تراسمی مینورشون دارم. معمولا پایینه. چون تست باردارید مثبته، مهم بگی که همسر تراسمی مینور نباشه. نیستن که؟ نه نیستن. من الان دارم میام، یه لحظه منتظر کسی بودم، اصلا نمیمونم دیگه. اینا اصلا خودشون اومدن دارم میام. چی شد؟ به منفی. خوب خوبه دیگه، دهنمار سرویس کردی. استرس دارم استرس دارم. الان چه خوشحال نیستی؟ بعد خوشحالم. الان چه دختر خوب دیگه بابا، تموم شد دیگه. چه رفتارت زشته. چرا چیکار کردم قربون؟ من حرفی نزدم. ببخش. الان چیکار کنم؟ عده در بیام. هر کاری که تو بگی بریم پیش. به تو شب برنامه چیه؟ حالا من با برم سر کار. لوسو ببینا دارم باشه شب حرف میزنم. نمیدونم شب برنامه. شب حالا بریم. تو عشق منی، قیافه رو نگاه کن. طور نشده که شما که محرمین به هم. ببین من یکی دوستام این کار کرده، اصلا سخت نیست. تلفن طرف ازش میگیرم طور وصلت میکنم بهش. باشه کی میشه؟ نگران نباش، یه ذره به وقت بدی ردیفش میکنم. باشه. تو فهم شد بهش کی نگی؟ خب معلومه که نمیگم. تو چرا انقدر هول کردی بابا؟ چیزی نیست. اون سیگار میکشی؟ آره. خوش بریم بکشیم. آفرین به این دختر خوشگل خانوم. باری کلا منو ببره خونه. حتما میگم امروز کارامون تموم شد، تو رو حتما ببره خونه. مادر جان ببرینش بیرون، منتظر باشیم. ببرنم؟ میتونی ببریش؟ بله. شما پدر بچه هستی؟ نه اینه. در رو لطفا ببندین. بله. من به مادر بچه همسرتون گفتم، اطلاع دادن بهتون؟ ما با هم زندگی نمی کنیم، جدا از هم زندگی می کنیم. این بچه مشکل ژنتیکی داره و به مرور زمان امکان داره ستون فقراتش یک مقدار انحنا پیدا کنه که حتی الان تو راه رفتنش هم با مشکل داره مواجه میشه کم کم. این بچه حتی امکان داره سیستم گوارشیش هم با مشکل مواجه بشه، حتی تنفسیش، و حتی اگه ما زودتر اقدام نکنیم شاید فلج بشه. خدای نکرده شاید اصلا دیگه نتونه راه بره. امروز هم شروع بکنی به معالجهش باز دیر شده، داریم زمانو از دست میدیم. چه ایران باشه چه خارج باشه، بیماری بیماری نادریه، بیماری خاصی هستش، هزینهش بسیار بسیار بالاست. ببینیم ما این بچه رو نمیتونیم اینجا نگه داریم دراز مدت. بچه بیتابی میکنه. من در حین معاینه هی میگم منو ببرین خونه. این امکان داره از لحاظ روحی هم این بچه لطمه ببینه، هم درمانش شاید عقب بیفته، هم با مشکلاتی تو بیمارستان ما مواجه میشیم. من در جریان وضعیت مالی شما نیستم. شما میتونین با تلویزیون ارتباط برقرار بکنین، بیان اینجا دوربین بیارن. مریض بعدی منتظرتون هستن. باشه من میام. دوربین بیاد از منزلتون، وضعیت زندگیتون و درمان این بچه گزارش تهیه بکنه و پخش بشه. انشالله که یه خیری پیدا بشه، تمام هزینه هاشو بتونه تقبل بکنه. این راهی هستش که من میتونم پیش روتون قرار بدم. ممنونم، مرسی. من منتظر خبر شما هستم. خدا نگهدار. آدم. خدا نگهدار.
بیرون بچه گری نکن و بین و برو عمو برو برو بازی کن اینو ببر اون و به جای این کارا پشت برو دست الهام بگی بردید این سر خونه زندگیتون مسخره شده در آوردین بچه مادر میخواد کدوم خونه زندگی کجا برگرده من کار دارم پول دارم کجا برگرده اون من غریبم نه اگه غلطی میکنیم دیگه خلاصه من کار دارم پول دارم زیر سرش بلند شده دوست پسر داره چرت و پرت نگو باشن یعنی چی دوست پسر داره من خبر دارم دوست پسر داره بسیار خوب به حضورتون که از کنم دیوار باید یک کوبی سنگ بشه استیل کاشی هم با تا سقف میرفته که حالا نرفته استیل چرا؟ برای که باید ضد عفونی کنن ترتمیز باشه اینجا میخواین غذا سرو کنید کلاس بهداشت رفتیم دیگه دوربین هم بذاریم خب وگرنه جواز نمیتونیم بهتون بدی فامیلی شریفتون چی بود؟ من سپه منصور برای پول من چیکار کردی؟ هنوز چی؟ نتونستم کاری بود ما اینجا کل خرج کردیم همه چه کارو من کشیدم گیرم میدونم ولی نتونستم بگی من هرچی داشتم نداشتم و گذاشتم وسط واقعا ندارم تو دریا گفتین اوکیه که نمیدونم دریا کجا میخواد جور کنه ولی من هرچی داشتم نداشتم واقعا ریختم وسط ندارم دیگه مثلا بعید میدونم جور بشه داری شوخی میکنی با من؟ آره خدا بابا تو که میدونی شرایط منو من یه تایم محدودی اون پول از اونجا برداشتم باید بذارم سر جاش نهایتا 4-5 روز بیشتر وقت ندارم آقا اصلا تو من یه تایم بده نمیتونم تایم بدم ای تایم که نمیتونی بده خب من گیر میکنم خب اینجا خب من نمیتونم بگم مثلا فردا بیا پول تو بگیر بعد پولم جور نشه دوباره بیا اینجا بشینی بگیر روز از اون روز نمیشه که نمیتونم تایم بدم وقتی نمیتونم چی بگم پس علاف کردیم ما سر کاریم دیگه آقا ردیفه جواز حل شد نه آقا چی ردیفه الان یه بحث جدیده بحث چی؟ بحث سرکاری یعنی چی؟ هیچی آقا نمیتونه پولمو بده برو کنسلش کن من پولمو میخوام اینجا رو کنسل کن؟ بله چی میگه؟ چه درست میگه نمیتونم پولشو بدم واقعا به نظر منم کنسل کن بیا دیگه همین الان سر ماهه همه اجاره های اینجا میفته گردن من و تو برو کنسلش کن پولمونو بگیریم آقا جون برو بونگا بگو نتونستیم نشد پولمونو پس بده مشتم اگه میخواییم بگیریم رو بردیم واقعا اون زیر دوازامین نمیشه آقا سلام سلام شما خوبستی آیا امیری من میخواستم اون قراردادی که من و دوتا از شریکان بستیم مثلا آیا بشه اونو فسخش کنیم فسخش کنیم؟ بله ببین به نظرم اصلا حرفش هم نزنید چرا؟ چون این آدم از شما چک داره میره شکایت میکنه بیچارتو میکنه به نظر من اگه شده یه سالم اونجا اجاره بدید وارد این ماجرا نشید خب بالاخره آدم میشینیم باش حرف میزنیم همین دیگه اون آدم نیست انسانیت نداره بیچارتو میکنه ببین اصلا نمیخواد نگران چیزی باشه همین آدم فرزندش بودم جلب میشه آره من آقای قاضی ایشون اینجا چیکار میکنه من اصلا طرف حسابم ایشون نیست ایشون چون شبیه شوهر منه میخواد خودشو جای اونجا بزنه ولی ایشون شوهر من نیست ادعای کرد خودم منم گفتم من ناصرم من جای خودم اومدم شوهر من هم بیکاره هم معتاده هم الکلیه هم شیشه ای هم خرجی نمیده الکلی و معتاد نیست بیکاره به خاطر اینکه بیکار شده از کار انداختنش بیرون چیکار کنه بعد وقت بیچاره الکلی چیه چرت و پرت چرا تو خودت میدونی برادرت کجاست نه من نمیدونم اگه جاشو میدونی به ما نگی مطلع باشی خودت مجرمی پیگرد قانونی داره حبس هم داره به من چرا اگه به تو ربطی نداره اینجا پس چیکار ما اومدم بگم با این احضاریه که داریم میفرستیم دم در خونه ما اصلا به دستش نمیرسه
خب بعد وقت بدونه که بیاد دیگه، اصلا نه در جریان نیست. آقا قاضی اینا میدونن کجاست؟ اون مریض که نیستم بدونم کجاست پس نگم. میخواستی مریتو نذاری اجا پاشو جرأت کنه بیاد دم در خونه پیداش کنی. تو واقعا مادری؟ بچه 4 ساله بستری شده، نمیاد بهش سر بزنه. نمیپرس اصلا چه جوری باید این بچه درمان شه؟ پولش از قرار کجا تامین شه؟ و فقط مهریه رفته گذاشته اجا. من مادر بزرگم پیره، از پس برادرش بر نمیاد. من نگهداری از این بچه رو ندارم. من الان خونه پدر مادرم دارم زندگی میکنم. منو با بچه راه نمیتن. نمیتونم ازش نگهداری کنم. نمیتونی به خاطر اینکه هزار تا کار دیگه داری. من خودم میرم بیمارستان، حرف میزنم نمیخواد شما. یارو کیه الان با تو بیرونه؟ فامیلمونه. فامیلتون چطور؟ من 6-7 سال ندیدم این فامیل. به تو ربطی نداره. خب یعنی چی به من ربطی نداره؟ و به کی ربط داره؟ آقا، آقای عزیز، این دومین باریه که برای برادرت ابلاغ فرستادم نیومده. دفعه سوم ابلاغ بفرستم نیاد، رأی غیابی صادر میکنم. هر جا هر اموالی اگر به نامش باشه یا اگر تا اون تاریخی که خانم مهریه‌اش اجرا گذاشته باشه به نام کسی دیگه کرده باشه، ما توقیفش میکنیم. توقیف کنین چیزی نداره. اینا کرایه خونه‌شون رو من دارم میدم. قرص بچه‌ش من دارم میخرم. داداش تو برنامه‌کاری چجوریه؟ داش کارت هم نوشته دیگه. نه قیمت و اینا رو میخوام بدونم چطوریه، نمیدونم. داش ساعتی 50 میگیرم، تعقیب میکنم، 70 میگیرم، فیلم میگیرم، دعوا و درگیری هم از 100 به بالا. درگیری نمیخوام، فقط میخوام فیلم بگیری دیگه. فیلم وسط میگیرم. فقط کی هست؟ کی که مگه مهمه کی؟ آره حاجی، خاک پات اومدی گفتی بیفت دنبال قاضی مملکت. نه بابا یه زنه، میخوام بدونم کجا میره کجا میاد، میدونی قضیه. عکس مکسشو داری؟ همین که داره میاد بیرون با این پسر مان تو سیه. آه، باشه سایه دنبالشم، باشه شماره تو به من بده سریع. ببین یه میسکال برای من هم بنداز، باشه؟ حتی سلام. ببین از کنار برو، من تهی زدم اینجا رو. پول من آوردی؟ مگه قرار بود پول بیارم؟ من چی کار کنم با این رضا؟ همینجوری دارن مدام از شرکت به من زنگ میزنن، من دارم میمیرم از استرس، جوابشون رو نمیدم. چی کار کنم من با این؟ همیان اینجا میره دستشویی. من اون روز دم بونگا به تو نگفتم به این پول نده؟ حقته. بابا میخواستم اینجا رو بگیرم از دستمون نره. این پول تو رو نمیده. خب بابا این بی‌معرفتیه دیگه. من غلط کردم، بد کردم، بهتون خوبی کردم. 20 روزه دارم زنگ میزنم به تو و دریا، همش آدمو میپیچونی. من به شما نگفتم من گرفتارم؟ من نگفتم من آبرو حیثیتم میره با اون پولو بذارم سر جاش؟ اون نامردیه دیگه، خجالتم نمیکشه. چی میگی تو زر میزنی؟ چته؟ زر خودت میزنی؟ چه طرز حرف زدنه؟ اصلا پول دارم نمیدم. چی میگی؟ گردنم تو بیجا کردی میخواستی پول منو پس ندی، من پول گرفتی. میام میذارم میترکونم تا. جرأت داری دستتو رو من بلند کن؟ من میتونم تو. شما دخالت نکن آقا جون. فکر میکنی حرف نمیزنم؟ هیچی نمیفهمم. نمیدونم چقدر موشت اومد این وسط. نه حداقل پول نداری رو تو کم کن. من پول پر رو نمیشه. دستتو بنداز بابا. تزای توی دیگه همش دیگه. برو جلو من هستم، برو جلو من هستم. چی هستی؟ بچه رو من دست بلند کرده. خب تقصیر توه دیگه بابا. یه جوری میگی برو جلو من هستم، میگم پول داری تو. من هر چی داشتم دادم به تو. مگه میگم من طلب که ندارم از تو؟ میگم وقتی نداری برای چی آدم میندازی تو حشر؟ ای بابا. سلام و زهر مار. بابا لیلا اصلا ببین، من یه لحظه به من گوش کن، من هیچ کاری به اینا ندارم. من با تو حرف نزده بودم. خب رضا چه الان؟ الان رضا وکیل توه، تو خودت نمیتونی یعنی حرف بزنی؟ نه دیگه، همه کاراش اونه دیگه. ماشین من نیست، بعدم اصلا به تو مربوط نیست من ماشین رو بفروشم یا از چه طریقی میخوام پولتو بدم. من همین فردا پولتو پرت میکنم جلوت. من این حرفا زدی پرت میکنم جلو؟ چه پول داری تو پرت کنی جلوی اون؟ حالا تو بذار من بهت میگم. چی رو میخوای بگی؟ الو بگو داداش، بگو. میتونی با هم سن لوکیشن کنی؟ دمت گرم، باشه. همینجا نگهده من پیاده میشه. اینجا میخوای پیاده شم؟ همینجا نگهده میخوام پیاده شم بابا. سب آقای عزیز، ما بدون دستور نمیتونیم به شما مأمور بدیم. اگه شما مأمور میخواد باید بیاید دادسرا. تو من برم دادسرا؟ یا اونجا رفته وقت نی، قضیه مچگیری زن شوهر داره. با اگه مطمئنین الان اونجا زنگ بزنید 110 برات مأمور میفرستم. بله بله، با همه عملیات انجام. کجاست؟ طبقه 6 واحد 603.
شما چه کارشی؟ من رفیقشم، قضیه ناموسیه. شما تشریف داشته باشید. بفرمایید. لبت چی شده؟ تب خورد زن. سلام آقا، وقتتون بخیر. مرسی. ببخشید، عذر میخوام، شما چی بود اسمش؟ الهام. الهام خانم دارید اینجا؟ بله. کجاست؟ دوتا خوا میشه؟ بفرمه. اجازه است؟ بفرمه. یالا از این وقت. اینجاست. شما الهام خانم هستید؟ بله. این بنده خدا که مشکل نداره، داره کار میکنه. پس تو موتور سوار میفرستی دنبال من که بینی با کی میرم و کی میام، کجا میرم کجا میام؟ من فکر کردم مزاحمه. فکر کنم الان خیلی خوشحالتر میشه اگه توی شرط دیگه میدید منو. نه، دارم کارگری میکنم. جرمه؟ داده چی شده؟ نمیدونم، خودت بیا ببین. پلیس پرونده آوردن. ایشون کارگر ماست، هفته یه بار میان اینجا دیگه. تو جریان کاراش ما نیستیم، مسئله‌ای برای ما پیش نیاد. بفرمایید خانم، وسایلتون رو جمع کنین. بفرمایید. قرار ما اصلا پلیس نبوده. ولی این بابایی که ما رفتیم خونهش میتونست از دست شکایت کنه، ولی من باهاش صحبت کردم، صرف نظر کرد. بی خودم وقت پلیس نگیر. این سرباز ما هست سر کتاب همون چون نمیشه. بله بزن توشی بدانم، بزن قرار نمون که پولیس وردی واسه اینو بیاریم. بله اصلا ما هم داغون شد. بله من چشمی بیاری خدافیز دمید که چی کجا رفتی تو الان؟ کاروش هم برم بشه. خب چی شده اونجا به هم ریختی آقا؟ مال این پوله هست؟ منصور بیا جلو. ببین فهمیدم چی کار کنی. بانک بزنی بهتون؟ نه تو گوش کن به من یه دقیقه. چی؟ ببین بابام یه جا دلار نگه میداره، تو میری 10,000 تا از اینا رو برمیداری، بعد میدیم تبدیل میکنی میدیم به لیلا. چی شدی و فکر کردی من دزدم؟ من گفتم تو دزدی؟ اگه اصلا این دزدی نیست که. اولا پول بابام، پول بابام که دوستی نیست، بعدم من برمیگردونم، با هم برمیگردونم. این پولرم که دادی به من از همین پول برداشت. نه جون تو، اون اصلا پس انداز خودم بود. اصلا من نه این کارو کردم، نه این کارو میکنم. اگه قرار بود این کارا رو بکنم الان وزن این کثافت می دونم. قربونت برم، الان فری چاره ای نداریم که. قول دادیم، آبرومون داره میره. من قول دادم بابا به لیلا. اینو من میرم خونتون دوزی. خونمون نباید بره، اصلا خونمون نیست. اونا بهت میگم کجا تو خونه نگه نمیداره که. بعدم دزدی نی، هی نگو دزدی، اصلا دزدی نیستی. حالا بابا دزدی نیست و دلار ورداری بابا نمیگه دلار کو؟ نه نمیگه، اصلا جرعت نمیکنه بگه. اونا همش قاچاقه اون پولا، به کی بگه؟ بعدم ریختن تو خونم، اون یه بار گرفتنش، اصلا پروانهشون خواستن باطل کنن، در مغازشو ببندن. مامانم هم بفهمه اصلا ولش میکنه میره، تعهد داده. بعدم این پولا رو اصلا کسی نمیدونه هست، هیچ کس نمیدونه جز من. اونم نمیدونه، من میدونم. خود بچه نمیبرد. من نمیتونم برم، دوربین داره اونجا، تو این راه روی دوربین داره. ببین بغل صرافی، همون جایی که پله ها هست، نقطه کور دوربینه، اونجا کلیدا رو بهت میدم. تو پله ها رو میری بالا،
از پاساژ بغلی در میای. تا پلار بیای پایین تو پاساژ بغلی میپیچی راست. یه دار و ترجمه کوچولوه. دقیقا بغل اون یه در آهنیه. اون در باز کن. پله ها رو برو پایین. حواست باشه کسی پشت سرت نیاد. همون تو پاگرد اول که میرسی روبروت یه دره. اون در باز کن. کلیدای گاف صندوق هم که بهت دادم. بابات بیاد چه؟ من اون موقع تو صرافی هم دیگه با بابامم. خودم سرشو گرم کنم. حواسم هست باهاتم تلفنی در تماسم. خخ ببین تا فردا سب کن. خب بعد بریز بهت. به مجردی که ریختی اون جنس دستت دیگه. آره دست. نگران نباش. ناراحت نباش. تو که میدونی تا حالا شده که من تأخیر بکنم. خیلی خب. قربونت برم. چاکرم. خدا. منصور بابا تو اینجایی؟ بابا بابا بیا هیچی افتاده و تو انباری نمیدونم چی شد. خانو سابقه بیان قلبی دارن؟ بله یه بارم سکته کرد. نگران نباشید حمله عصبی. آقا واسه حرکت کنم فقط یه همراه بابا تشریف بیارید. نه مشکل نیست یه همراه فرقی نمی کنه. باشه تو بابا یه همراه بیارید. برو مغازه رو بگیر. برو حسین جان در ببند حرکت. آقا اجازه میدی؟ ببین به من خبر بده خب؟ بهت زنگ میزنم جواب بده. جواب میدم تماس میگیرم. باشه. منصور کجایی تو؟ ببین موبایلت رو چرا خاموش کردی؟ من که کاری باهات ندارم فقط میخوام بدونم چی شد. همین تو رو خود موبایلت رو روشن کن. منصور کجاست؟ چه میدونم اینجوری یهو سرتو انداختی؟ دارم بهت میگم بگو منصور کجاست نمیشنوی؟ من چه میدونم کجاست شما؟ نمیشناسی تو منو؟ نه.
مگه معملی نیستی تو؟ چرا من معملی؟ خب من دریام. ببخشید من نشناختم، کپ کردم یا اینجا. چه خبر اینجا مخفیگاه درست کردی؟ ناصرم که اینجا قایم شده. ناصر که مهمون منه، مخفیگاه چی؟ اینجاست منصور الان؟ نه اینجا نیست. کجاست؟ دارم بهت میگم بگو کجاست، جواب بده دیگه. نمیدونم، دو هفته است ازش خبر ندارم. تو دو هفته است خبر نداری از منصور؟ دروغ ندارم بهت بگم. بالا بیا من اینجا. بیا. قایم شدی اونجا؟ قایم نشدم، اومدم پیش مولی و ناصر. بیا دیگه. ببین فقط میری بالا، تو رو خدا داستان درست نکنی، من اینجا مستاجرم میندازنم بیرون. موبایلتو چرا خاموش کردی تو؟ ترسیدم خاموش کردم. ترسیدی؟ مرد. چیکار کردی که ترسیدی؟ چیکار کردی؟ رفتم دزدی. اینا میدونن؟ اگه داد نزنی نه نمیدونم. چی شد منصور؟ دقیق به من توضیح بده. چی باید بشه؟ رفتم اونجا پول برداشتم اومدم دیگه. یعنی چی بابای منو ندیدی اونجا تو؟ بابای تو رو من کجا ببینم؟ بابای من اونجا افتاده، حالش بد شد، الان بردنش بیمارستان. چی حالش بد شد؟ منصور دقیقاً به من توضیح بده. اصلا نیدم بابا. مستی؟ چرت و پرت چه داره میگی؟ میگه من کجا بدونم بابا حالش بده؟ چی بازی می‌کنی؟ حرف مف نزن خواهش می‌کنم. رفتم اونجا پول برداشتم آوردم دیگه. ببین بابا مگه بلایی سرش بیاد من تو رو میکشم. به من چه ربطی داره؟ میخوام پاشم برم کلانتری تحویل بدم خودمو. بگم آقا من رفتم این گور خوردم. اسم تو رام نمیارم، نگران نباش. میرم میگم همه چی من تقصیر من بوده. من نمیدونه، هیچ کس نمیدونه اصلا اونجا الان دزدی شده. چقدر پول اونجا بود؟ چی شد؟ چقدر برداشتی تو؟ 10000 تا. کجاست پول؟ الان کجاست پولا؟ تو. برو بردار پولا رو بیار. برو بردار من اینا رو بذارم سر جاشون. الو. بله چی؟ همین الان میام. الان میام. کجا بود؟ نمیشه بیا ببین لحظه اگه میشه من ببینمش. بیا ببین. چیزی معلوم نیست که. برو بیرون خانم. برو بذار من به کارمون برسیم. برو بیرون خانم. برو. لیلا خوبه اینا؟ ببین من اینا رو نمونه آوردم. ببین اگه اوکی برم بگیرمش. ببین خوبه؟ لیلا خانم. گریان گوشیشو خاموش کرد. معلومه بعد اون دعوا خاموش میکنه. برم در خونشون. برو. میای با هم؟ اونه دریاره بادی. بس من برم کیفمو بردارم. دشمنم اینجا رو تعطیل کنم. دیگه سلام خانم. خیلی تشکر. برام شما لباسم مناسب نیست. خیلی معذرت. خواهش می‌کنم. بیا لیلا ببخشید خیلی دیر شد. اصلا من باید میرفتم این خودم چنج میکردم، نشد. ببخشید تو خودت. آخه الان اصلا تو این موقعیت دریا. نه چه حرف تقصیر من اصلا روم نمیشه این الان از آخه اصلا با ما دیر کردی نگو اینو. تو فقط خود باید زحمت بکشی. شرمندت هم میدونی اگه احتیاج نداشتم امکان نداشت. من میدونم قربونت برم. میدونم. بیا. چقدره؟ 10000 تا. ببخشید. بله سلام. بله بفرمایید. گوشی رو بده. سلام. بله. بسه
من با شما تماس میگیرم. آقای کریمی پلیس اومده بیارمشون بالا. برو راهنماییشون کن بیام بالا. پلیس بر من خبر کرده. بله، برای شما خدای دو روز معلومه کجایی؟ اصلا حساب کتاب شرکت خبر داری؟ بله آقا خبر دارم، کار داشتم لابد. آقا چه کاری؟ من نباید بدونم؟ مگه راجب کسری ها نمیخواییم بپرسیم؟ بله، کسری ها رو میگم. آقای کریمی، من مگه معمول خریده اینجا نیست؟ بله. خب من پیش بینی کردم، مگه نمیدونی قرار وضعیت دلار چجوری بشه؟ من فکر کردم که اگه ما الان دلار نخریم نمیتونی فردا خریدمونو بکنی، برای همین رفتم دلار گرفتم. خب پس یعنی الان شما دلار خریدی درسته؟ بله، کارو بعدی کردم. خب کو ببینم، اجازه بدین بپرسین از آدم بهتون میدم. بفهم. دست درد نکنه، ولی نباید به من میگفتی؟ سلام، خسته نباشید. تماس گرفته با پلیس. یه سوء تفاهمی بود حل شده سرکار. نه شکایتی نداری؟ نه دستتون درد نکن، شما بفرمایید. آقای کریمی سوء تفاهم بود؟ بعد 10 سال که من اینجا کار میکنم شما دارین به من تهمت دزدی میزنین رسمی؟ من از شما معذرت میخوام. نه آقای کریمی من دیگه نمیتونم اینجا کار کنم. شما برای من پلیس خبر کردی، من اینجا دیگه آبرو ندارم. چه جوری اینجا بیام و برم؟ خانم من که عذرخواهی کردم من شما. من یک ثانیه هم اینجا وای نمیستم. اینم کلید شرکتتون. حساب منم پاکه پاکه. خانم شما بلیط داری هفته دیگه باید بری چین، داری ول می‌کنی میری؟ من نمیدونم، من دیگه نمیام. شما یه فکری به حال خودتون بکن. مرسی مامان. سلام. از این بر بیای. حاجی میگه من نمیام، تو ماشین نشستی. چرا؟ حاجی میگه من نمیام. چرا؟ شکایت داره. من نمیام. یعنی چی؟ شکایت دارم اسکی. شکایت؟ آره. از چی؟ از کی؟ آقا جون چرا نمیای شما بابا رو تحویل بگیر؟ من شکایت دارم. آقا جون از کی میخوای شکایت کنی شما؟ اونه کشتنش. اونه کشتنش. من میرم شکایت کی میکنم. کی کشته آقا جون؟ حالا بعدن معلوم میشه. اونا که کشتنش خبر داشتن. چی میگی حاجی جان؟ منو کشتن. چی شدی؟ کی کشته آقا جون؟ اصلا نمیشه همینطوری که نمیتونه آدم یه چیزی بگه. میگن آقا جون، میگن بابا سکته کرده. نمیدونی شما؟ زیر زمین پول پنهان کرده. یه روز قبل از مردنش به من گفت 400 هزار دلار قائم کرده بود. شما خبر نداری؟ مامان مگه بابا پول داشت؟ بابا مگه پول داشت تو خونه؟ دلار داشت تو خونه بابا؟ حسن بیژن از وقتی اون اتفاق افتاد دیگه قول داده بود همچین کاری نکنه. من مطمئنم که دلار نداشته. بعد از اون ماجرا دیگه پروانهشو باطل میکردم. شما خبر نداریم. خودش میدونست نباید این کارا رو بکنه. من همه چیزو میدونم. دلارها رو هم توی زیرزمین پاساژ قایم کرده بود. حالا تا شد؟ میدونی برای چی کشته شد؟ آقا سلام، خسته نباشید. سلام علیکم جانم. اینجا قرار سوپ فروشی بشه؟ بله، هنوز افتتاح نشده. شما رضا هستیم؟ بله جانم. باید از شما انگشت نگاری بکنیم. انگشت نگاری؟ چی؟ برای چی؟ در مورد بابای دوستتون که صراف بودن شکایتی کردم، باید تحقیق کنیم. من در جریان نیستم. یه دوستی هم دارید منصور، کجاست؟ من واقعیتش دعوام شده باش، نمیدونم کجاست. میدونی خونشون کجاست؟ آدرسش دارم. بعد میبری منو در خونشون؟ نه شرمندم، ببخشید. برو زنگ بزن بیاد پایین. من زنگشونو نمیزنم، خودتون برید. به هر حال یه زمانی با هم رفیق بودیم دیگه، الان خوب نیست. من نمیخوام بفهمه من شما رو آوردم اینجا. با کی زندگی میکنه؟ با مامان بزرگش. زن داره؟ نه زن نداره. پدر مادرش کجا؟ مردن. دیگه چی میدونی؟ چی بدونم دیگه آخه بود. هرچی میدونم گفتم دیگه. Thank you.
چه؟ بودو جمع کن، باید امروز اومدن انگوش نگاری کردن دنبالتم. جمع کن چیزاتو، باید چی کار میکنی؟ چرا میخوای بشی؟ کجا برم الان من؟ بودو جمع، من نمیدونم هر جا باید کشور خارج بشم دیگه، با مادر بزرگی همو چی کار کنم؟ مادر بزرگی تو اصلا فکرشو نکن، اونجا بری گرفتنت. بودو جمع کن، باید میتونی من تا بیمارستان برسونی؟ بیمارستان چرا؟ برم طلا رو بردارم دیگه بابا. طلا رو برداری چی کار کنی؟ یعنی طلا مادر پدر داره خودش، به تو چه؟ مادر چی با اون باید با من بیاد؟ من هر جا میرم اونم میاد. اینجا از بین میره این بچه، 5 دقیقه بمون. بودو زود باش. منصور اگه را دسته یه مقدار پول به من بده. چی؟ خوبم کرای خونم عقب افتاده بدم، ناصرم که اینجا یه ماه و نیم لش کرده، خدایش دید هر چی داشتیم خرج کردیم دیگه، خیلی خالیه. کوله رو نبر. چی؟ میگم کوله رو برای چی داریم بری بخوری؟ دارم میرم بچه رو بیارم، باید کارت ملی نشون بدم به من. خب کارت ملی تو بردار، کوله رو برای چی داریم بری؟ موقع شب موقع بردن بچه هست. مسئول اینجا کیه؟ مسئول اینجا منم، سوپروایزرم میگم نمیشه. نمیشه که نداریم، نمیشه یعنی چی؟ آقای عزیز ما که نمیگیم نبر، شما سر کن تا ساعت 8 صبح دکتر. من اگه میخواستم تا صبح واستم که صبح میومدم، الان نمیومدم. پرواز داره، باید بچه رو ببرم، کار یه دفعه پیش اومده، خودم اومدم بستریش کردم، چرا نمیذاریم؟ با مسئولیت خودتون بردار ببرید. آره دیگه با مسئولیت خودم. خانم برگا ترخیصو بهشون بدید. باشه. بخوابم میاد. دریام اگه غلطی کردم فقط به خاطر این بچه بود. کجا برم الان؟ عبورزی اگه میشه، چون ناصرم همونجا منتظرم هست. هر کاری میتونی بکن برای این بچه. تازه فهمیدم چقدر دوستم داری. بچه رو بردار، برو، داداشت منتظر. دریا من هر جا برم برمیگردم. برو خدافظ.
الو لیلا، ببخشید بیدارت کردم. ببین اون چیزی که ازت خواستم هماهنگ کنی اون روز تو پاساژ اومدم پیشت، اونو کنسلش کن لطفا، میخوام نگرش دارم. بابام دیگه نیست، منصورم رفت الان، فکر میکنم خیلی تنها، میخوام نگرش دارم. خداحافظ. دمرم مگر بکی باسی چایی وکویا خوب لدوری و صفا کوچکا لدودی دم روشنایی دنیا بیتو و جحان ما بزید نایتو بمدریان ما دنیا دلی دسیدی بکشا نزان نو آرامی گیان برو تو بشیرید اونجا، یه جوری بشیرید همه جاشه. یالا 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 بشیم گوشه دیوار. برید تو، همه تون برید تو، برید تو مرتب، برید تو بشیرید گوشه. برو تو اونجا بشیر. خانم آقایون توجه کنین، اینجا تکون نمیخورین، جایی هم نمیرین، دستشویی هم اینجاست، فردا هم صبح زود میام دنبالتون، صبح زود میبریمتون. خوبی؟ کسی سر صدا نمی کنه، جمعه هم نمیخورین، کسی اینجا سیگار هم نمیکشه، کسی از در بیرون نمیره، آتیش ماتیش هم روشن نمی کنه. یه بخاره میذاشتیم هفته باشه آقا. باید شما درد نکنه، خیلی ممنونم. بهتون گفتن دیگه، نفری $1000، فقط هم دلار میگیریم. خب این بچه چی؟ اینم $1000 باید بده؟ کوچیک بزرگ نداره، اونم $1000 میگیریم. کیف کوله رو باید بگردیم زیر خاکی، مباد کسی همراهش نمواد بشه. کیف کوله کیسا رو واکنید. یالا بیست باش دیگه. ساک درگنه هم میدونم؟ ساک وسایل بچه اب نه رو باید بگردم بده. من میدونم میگم وسایل بچه توشی، چیز خاصی توش نیستش، لباسه باید بگردم. مثل این لباس بچه هست، دوست ندارم بیاره اینا رو بیرون. چیزی نیست توش دیگه. تو که چپت پره، بسه $1000 که نمیزنی. مطمئنی؟ آره کار دارم، برو. تو چی واسدی؟ خسته شدم، شما بری من میام. را بیافی نه اون چیه؟ کابره میخوام بپوشم. این زرد اپالا میبیننه، چگاه کنم خیس میشه همه اصلا پولا خیس شد. برو گوش بدین، وسایلتون رو جمع میکنین، این 200 متر رو باید بدوین اون ور مرزه، بعدش اون مرده منتظرتون هستن. لای درخت ها میریم، صدای گلوله پیر هرچی شنیدیم وای نمیستیم، فقط میریم. اول زن و بچه ها. آقا یعنی چی؟ شما پول از ما گرفتیم، ما رو از مرز سعید ساله نکنیم. تو چرا اینجا لعه مرز ها؟ ها چی کار باید بکنیم؟ اینجا خودت باید بری. چه جوری باید بری؟ همینه که هست، واسه
گوش بده. چجوری بگی این همه زن بچه چجوری باید گوش بده؟ زن بچه ها دو به دو، دو نفر دو نفر، اول زن بچه ها. آقا من برم. شما دوتا شما دوتا من برم الان. اول زن و بچه و خانواده رو نمی‌بینی مگه؟ آقا ما هم می‌تونیم بریم؟ شما دوتا، شما دوتا، شما دوتا، من بچه بر، شما بریم. بچه ندنم بودو رفتم الله میتونم برم؟ نه بابا کجا بری؟ ولش کن بذار بره بودو نزنه. خب بیا برو، بیا برو دمیت یه بودو. بازش کن خالی کن بودو بودو همه رو بریز کن دیشب این تو که پر پول بود هیچی توش نیست داشته که با بچه رفت اینا پول رو جا به جا کرده پول رو گذاشته تو پوله اون پولمون زده گیجی گیجی تو بابا بقارم این همه دولت پرید دورمون زدن دیگه چیکار کنیم حالا ولش کن بذار بریم به ما چه ما نزدیم یا مرزونی زدن بریم Thank you.